کوچیک که بودم، یه روز مامانم داشت دنبال نعلبکی گل قرمزی قدیمیش میگشت که از جهیزیش به یادگار مونده بود و خیلی دوستش داشت. خلاصه هرچی گشت نتونست پیداش کن و آخر سر اومد سراغ من و ازم پرسید: خبر داری اون نعلبکی جهیزی هم کجاست؟ هرچی میگردم نمیتونم پیداش کنم. من که میدونستم کجاست، ولی خیلی ناراحت بودم و نمیدونستم اگه بهش واقعیت رو بگم واکنشش چی میتونه باشه. واسه همینم فقط سکوت کردم و هیچی نگفتم. درود بر شما عزیزان خداوند. به برنامه زنان امید خوش اومدین. من مژگان هستم و به همراه دوست و همکار عزیزم نازنین جان یه بار دیگه با برنامه زنان امید همراه شما هستیم. منم سلام میکنم به دوستان و شنوندگان همیشگی برنامه زنان امید. خیلی خوشحالم که بازم به بهونه این برنامه کنارتون هستیم و مهمون دلای گرمتون. نازنین جان، حتما مامانت خیلی ناراحت بود که نمیتونست اون نعلبکی رو پیدا کنه. کنجکاوم بدونم بعدش چی شد. مژگان جون، چون خیلی دوستش داشت و یادگاری مادر بزرگم بود، ولی چون من معمولا توی خونه دست به شکستنم خوب بود، حدس میزد که احتمالاً من خبر دارم چه بلایی سرش اومد و واقعا هم خبر داشتم. همونطور که گفتم هیچی نمیگفتم و فقط سکوت اختیار کرده بودم. عزیزم، خب بچه بودی دیگه، از این چیزا تو دوران بچگی زیاد پیش میاد. ولی حالا بگو ببینم چه بلایی سر نعلبکی مامانت آورده بودی؟ راستش تا جایی که یادم میاد واسه بازیم دنبال یه ظرف خوشگل کوچیک میگشتم که یهو تو آشپزخونه چشمم به نعلبکی گلگلی افتاد و از اونجایی که عاشق گلای قرمزش بودم رفتم سراغش. خلاصه سرتو درد نیارم، با هزار زور و زحمت صندلیو گذاشتم که از قفسه برش دارم که یهو از دستم سر خورد و شکست. بعدشم هرچی سعی کردم با انواع و اقسام چسبای مختلف بچسبونمش نشد که نشد. خب حالا بالاخره مامانت فهمید داستان چی بوده یا نه؟ آره دیگه، فکر کنید چیزی از مامانا مخفی بمونه. آخر سر رفتم و راستشو بهش گفتم. اولش خیلی ناراحت شد، ولی وقتی من زدم زیر گریه کلن بیچاره یادش رفت و سعی کرد منو آروم کنه. هی به هم میگفت عیب نداره، فدای سرت، پیش میاد دیگه. عزیزم، مادر همینه دیگه. فکر کنم اکثر ما تو بچگی از این خرابکاری ها کرده باشیم. نظر شما چیه دوستان؟ تا حالا شده که شما هم یه چیز با ارزشی رو بشکنید و سعی کنید دوباره تیکه هاشو به هم وصل کنید؟ معمولا واسه این باید بریم پیش چینی بنزن، ولی خب بازم اون ظرف مثل روز اولش نمیشه. نه دقیقاً، بعضی از روابط ما تو زندگی خیلی برامون عزیز و ارزشمنده، اما ممکنه این روابط مثل نعلبکی یادگاری آسیب ببینن یا بشکنن. هیچکس دوست نداره یه رابطه دوستانه شکسته یا یه ازدواج ناکام داشته باشه. هیچکس دوست نداره با بچهش یا عزیزانش رابطه بدی داشته باشه. اما ما هر لحظه ممکنه اشتباه کنیم و به دیگران آسیب بزنیم یا خودمون از دیگران آسیب ببینیم. همینطوره. عزیزان، حتما بارها شده که از کسی آسیب دیده باشین یا حتی خواسته یا ناخواسته به کسایی که دوستشون دارین آسیب زده باشین. من شخصا باید اعتراف کنم که بارها و بارها کارایی کردم یا حرفایی زدم که باعث ناراحتی اطرافیام شده. با اینکه واقعا نمیخواستم بهشون آسیبی بزنم، ولی خب متاسفانه ناخواسته این اتفاق افتاده. بارها هم شده که من از دیگران آسیب دیدم و این چیزیه که خیلی طبیعیه و برای همه اتفاق میفته. بله مژگان جون، امکان داره برای همه ما همین طور باشه و همه ما تجربهش کرده باشیم. شاید همین الان که دارین به این برنامه گوش میدین با خودتون میگین که آره، منم تو زندگیم یه رابطه شکسته با دوستم یا همسرم یا بچه‌ام دارم و نمیدونم میتونم درستش کنم یا نه.
یا شایدم قلب خودتون از کسی شکسته و نمیدونین چطور باید ترمیمش کنین. پس باید چی کار کرد؟ راهی برای ترمیم روابط شکستمون هست؟ یا مجبوریم تا ابد با این ناراحتی‌ها سر کنیم و این بار رو به دوش بکشیم؟ میخوام براتون در این مورد از تجربه شخصی خودم بگم. یادم یه باری که از دوستای صمیمیم بدون هیچ حرف و دلیلی دوستشو با من قطع کرد. من حس میکردم بهم خیانت شده. خیلی عصبانی بودم. انقدر ناراحت بودم که فکر میکردم بهترین کار اینه که دیگه هیچ وقت این آدمو نبینم. فکر میکردم که اون از محبت و اعتماد من سوء استفاده کرده. پس تصمیم گرفتم فراموشش کنم. میخواستم تیکه های شکسته دوستیمونو پشت سرم رها کنم. متاسفانه این راه حل خیلی جواب نداد. من هر جایی که میرفتم خاطرات دوستیمون برام تداعی میشد و چیزایی تو زندگیم بودن که همش اونو به یاد من میآورد. تظاهر به این که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده راه حل مسئله نبود. چون هنوز تیکه های شکسته سر جاشون بودن و موضوع رو برای من دوباره و دوباره تداعی میکردن. درسته. فراموش کردن بعضی چیزا سخت‌تر و زخماشون برای خوب و ترمیم شدن به زمان بیشتری نیاز دارن. خب مشکان بهمون نگفتی پس واسه حل این موضوع چی کار کردی؟ خب نازنین، اولین چیزی که من از این اتفاق یاد گرفتم این بود که باید میپذیرفتم که قلبم زخمی و آسیب دیده و با این موضوع باید مواجه میشدم. نباید قایمش میکردم. نادیده گرفتن این موضوع نمیتونه دردها رو از بین ببره. من فهمیدم که باید جسارت داشته باشم و برم با کسی که بهم آسیب زده حرف بزنم. چقدر خوب که به این نتیجه رسیدی مشکان. شما چطور شنوندگان عزیز؟ تا حالا همچین قدمی برای روابطتون برداشتین؟ شاید ترسناک و استرس آور باشه نه؟ چون نمیدونین طرف مقابل قراره چه عکس العملی از خودش نشون بده. اما مژگان چقدر عالیه که تو به این نتیجه رسیدی، باید این کار رو انجام بدی. راستی مژگان دوستت چه واکنشی نشون داد؟ راستش نازنین یکم قضیه سخت شد. چون اون اشتباهش رو قبول نمی کرد و طوری رفتار می کرد که انگار اتفاقی نیفتاده. این مسئله باعث شد من بیشترم ناراحت بشم. بعدش خیلی سعی کردم خودم رو قانع کنم که نه من حالم خوبه و هیچ مشکلی پیش نیومده. و اینکه میتونم خیلی راحت همه چیزو فراموش کنم و به زندگیم ادامه بدم. اما درد و خشم و عصبانیتی که تو قلبم حس میکردم اجازه این کارو بهم نمیداد. این اوضاع یه جورای آرامش منو سلب کرده بود. پس باید یه کاری میکردم. یه کاری میکردی؟ یعنی چه کاری؟ خب با اینکه سخت به نظر میومد اما میدونستم که باید سعی کنم اونو ببخشم. خیلی باید برای این کار با خودم کلنجار می رفتم. چون حتی دوستم قبول نمی کرد که کار اشتباهی کرده. پس چطور تونستی این کار رو انجام بدی؟ بعدش چی شد؟ در واقع من باید از خدا می خواستم که کمکم کنه تا بتونم اونو ببخشم. چون امکان نداشت که خودم به تنهایی بتونم این کار رو انجام بدم. بعد از مدتی به قوت خدا من تونستم اونو ببخشم و ازش معذرت خواهیم کردم. و دوباره آشتی هم کردیم. این که خیلی خوبه مشکان. بعدش رابطتون هم ترمیم شد؟ خب به ظاهر ترمیم شد نازنین. اما مثل اون چینی که بنزنی شد و دیگه هیچ وقت مثل اولش نمیشه، رابطه دوستی ما هم بعد از اون تجربه شکلش عوض شد. دیگه مثل سابق نبود. واقعا نمیتونستم اعتماد کنم که دیگه بهم آسیب نمیزنه. پس مثل قبل نمیتونستم از دوستیمون لذت ببرم. واسه من اون دوران دوران سختی بود چون اون شخص جایگاه خاصی تو زندگیم داشت. اما انگار دیگه اون رابطه واسه من رابطه نشد. دیوار اعتماد و صداقت و دوستی و وفاداری ما فرو ریخته بود. نمیدونم دوستان تا حالا شما هم همچین تجربه‌ای داشتین یا نه؟ خیلی متاسفم اما بعضی رابطه ها پایان خوشی نداره. دوستان اگه شما هم تجربه مشابهی داشتین حتما برامون بنویسید. اگر موافق باشید بریم با هم یه استراحت کوتاهی داشته باشیم و به یه سرود زیبا گوش بدیم. بعدش با بخش دوم برنامه همراهتون هستیم. موسیقی
هستین ای قوم خدا، ای که به یک دل با هم ساکنید. خوشی من فقط شما هستید، شما برادران من هستید. کیست امید من، تاج فخر من، فقط تو هستی برادر من. جلال و خوشی من تو هستی برادر من، ای خواهر من. فدیه جان تو گران بهاست، تو هم از بنیاد راستی هستی. جزء سنگای زنده مسیح، مورد اکرام و محبت هستی. کیست امید من، تاج فخر من، فقط تو هستی برادر من. جلال و خوشی من تو هستی برادر من، ای خواهر من. خداوند هستی، جزء اعضای بدن مسیح. هموطن مقدسین او، از اهل خانه خدا هستی. کیست امید من، تاج فخر من، فقط تو هستی برادر من. جلال و خوشی من تو هستی برادر من، ای خواهر من. کیست امید من، تاج فخر من، فقط تو هستی برادر من. جلال و خوشی من تو هستی برادر من، ای خواهر من. دوستان عزیز، به ادامه برنامه زنان امید خوش برگشتین. تو بخش قبلی برنامه در مورد روابط شکسته صحبت کردیم و گفتیم که در این مواقع قوت خدا رو بطلبیم تا بتونیم اون شخص رو ببخشیم و بپذیریم که ممکنه دیگه اون رابطه مثل قبل نشه، چون دیوارهای اعتماد فرو ریخته. فکر کنم برای اکثر ما تو زندگی لاغر یه بار پیش اومده که در حقمون بدی شده باشه، یا خوبی کردیم ولی در عوض آزار دیدیم. حالا میخوایم تو این بخش ببینیم که تو این مواقع به عنوان یک شخص ایماندار چطور باید با این قضیه برخورد کنیم. در کتاب افسوسیان باب 4 آیه 32 اینطور میخونیم: نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. عزیزان، حقیقت اینه که ما هم خیلی اوقات خواسته یا ناخواسته باعث ناراحتی دیگران و حتی خدا شدیم. اما خدا با فیض عظیمش همه گناهان ما رو در مسیح عیسی بخشیده. در رساله کولوسیان فصل 3 آیه 13 می‌فرماید که نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید. چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. دوستان دقت کردین؟ هم تو آیهی که مژگان جون خوند و هم تو این آیه میبینیم که خداوند از ما میخواد همونطور که اون ما را بخشیده ما هم دیگران را ببخشیم، ما هم به دیگران محبت کنیم. درسته. اما خب گاهی بخشیدن کسی انگار سخت ترین کار دنیاست. میدونین برای بخشیدن کسایی که به ما بدی کردن باید اول خودمون بخشش کامل خدا رو درک کنیم و بدونیم که بخشیدن در بعضی مواقع پروسه طولانی تری رو باید طی کنه و نیازمند صبر و شکیباییه. پس باید تحملمون رو بالاتر ببریم.
دقیقاً همینطوره. خوبه که گاهی از بعضی چیزها بگذریم و اونها رو نادیده بگیریم. گاهی اوقات یه مسئله کوچیک و جزئی یه رنجش بزرگ در ما ایجاد میکنه و بیشتر از هر کسی خودمون رو در وهله اول اذیت میکنه. اما اگر تمرین کنیم و از این مسائل جزئی بگذریم و نادیدهشون بگیریم، خودمونم راحت تر خواهیم بود. عیسی مسیح گفت اگر به گونه راست تو سیلی زدند، گونه دیگه ات را نیز پیش ببر تا به آن نیز سیلی بزنند. میخوام بگم که همه سیلی ها نیاز به جواب دادن ندارن. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی نازنین جان. من خودم اینو تجربه کردم و واقعا جواب میده. همونطوری که گفتم واقعا بخشیدن بعضی اشخاص و بدی هایی که در حق ما کردن گاهی انقدر سخته که هرچی تلاش میکنیم نمیتونیم اونا رو ببخشیم. اما میخوام بگم که اگر قدرت خدا نباشه حقیقتاً از پسش بر نمیایم. مثلا خود من سالهای سال یکی از اقوامم بود که به طرز بیمارگونه ای آزارم میداد و هر بار که سعی میکردم ببخشمش اون با یه کار دیگه منو عصبانی تر میکرد و من سالها توی این چرخه نبخشیدن قرار داشتم تا اینکه نزد خدا اعتراف کردم و گفتم که خدایا واقعاً با قدرت خودم نمیتونم. باور کنید که من با قدرت خدا تونستم اون شخص رو ببخشم و حتی الان دلم به حالش میسوزه و براش دعا هم میکنم. میفهمم چی میگی مژگان جون. انگار ته وجود ما به طور طبیعی میل به این داره کسی که ما رو آزار داده رسوا بشه و عوض کاری که کرده رو ببینه. اما شکر برای عیسی مسیح که این قدرت رو به ما داد که ما حتی دشمنای خودمونم دوست داشته باشیم و به کسانی که از ما نفرت دارن خوبی کنیم. آمین. دقیقا همینطور نازنین جان. اصلا بیایید این آیه رو با هم بخونیم. خیلی زیباست. لوقا باب 6 آیات 27 و 28 اینطور میگه. به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و به آنان که از شما نفرت دارند نیکی کنید. برای هر که نفرینتان کند برکت به طلبید و هر کس را که آزارتان دهد دعای خیر کنید. آمین. جالبه بدونید این اولین آیه‌ای هست که من با خوندنش به خداوند ایمان آوردم و زانوهام در مقابل عیسی مسیح خم شد، چون نظیر این جمله رو هیچ جای دیگه ای نشنیده بودم. این آیه بی نظیره. منم خیلی دوستش دارم. خیلی به آدم آرامش میده. عیسی مسیح به ما قلبی هدیه داده که برای همیشه تمایل به بخشیدن داره. آیه 32 همین بابم خیلی زیبا میگه. اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت میکنند، چه برتری دارید؟ حتی گناهکاران نیز دوستداران خود را محبت میکنند. اگر فقط به کسانی نیکی کنید که به شما نیکی می کنند، چه برتری دارید؟ حتی گناهکاران نیز چنین می کنند. و آیه 36 میگه پس رحیم باشید چنان که پدر شما رحیم است. آمین. عزیزان، بخشیدن گناهان دیگران زمانی برامون آسون میشه که بپذیریم ما هم به همون میزان نسبت به خدا نافرمانی و گناه کردیم. اما اون با فیض و رحمتش، با محبت بیکرانش گناهان ما رو بخشید. پس ما هم باید نسبت به دیگران با فیض و محبت رفتار کنیم. گناهان اونها رو ببخشیم و اجازه بدیم که خود خداوند داوری کنه و عدالتش رو جاری کنه. آمین. و اگر دوستان شما هم به واسطه شخصی آسیب دیدین، بدونید که عیسی مسیح قدرت ترمیم قلب شکسته شما را داره. در اشعیا باب 1 آیه 61 میگه روح خداوندگار یهوه با من است، زیرا که خداوند مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و دل شکستگان را التیام بخشم. بدون که عیسی مسیح درد تو رو به خوبی میفهمه و درکش میکنه، چون خودش طعم این درد رو چشیده و به خوبی با اون آشناست. آمین. بله، اون مرد دردآشناست. شاید دوست عزیز الان که صدای ما رو میشنوی دل شکسته و زخمی هستی، از خانواده، از همسرت، از فرزندت، از نزدیکترین دوستت یا هر کس دیگه ای.
اما بدون که عیسی منتظر توه. اون میخواد کمکت کنه. اون پشت در قلب تو ایستاده. اگر در رو به روش باز کنی، قادره که قلب شکسته تو رو ترمیم کنه. کافیه که ازش بخوای. اون تمام تیکه های شکسته رو ترمیم میکنه و مرهم شفا بخشش رو روی اون میذاره. با تمام قلبمون ایمان داریم که همینطوره. دوستای عزیز، خیلی خوشحال میشیم شما هم از تجربیات خودتون برای ما بنویسید. اگر مورد دعایی یا سوالی دارید، با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. میتونید از طریق شماره تماس 2031-638-9898 و یا از طریق ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. بله عزیزان، همونطور که حد زدین به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز ما برای شما مفید بوده باشه. همچنین تشویقتون میکنیم که دوستان خودتون رو هم دعوت کنید و یا برنامه ها رو براشون بفرستید تا اونها هم برکت بگیرن. از خداوند میخوام تا تسلی خودش رو در تک تک روابط شما جاری کنه تا زیبایی روابطتون چند برابر بشه. آمین. همچنین دعا میکنیم که خدا به شما قوت بده تا بتونید همه کسانی که بهتون آزار رسوندن رو ببخشید. خداوند یار و یاور شما. خدا نگهدار. از آن تخت
تخت نشین و بره تا ابد و لابا. بره خدا جانش را در راه نجات مردم قربانی کرد، لایق است که او باشد صاحب جلال و قوت، حکمت و دولت، ستایش و حرمت، جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و لاباد. ستایش و حرمت، جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و لاباد. لیاقت داری تو ما را از پدرت بگیری، مهرش باز کنی، لیاقت داری آن را بخوانی، چون که جانت را قربانی کردی. ستایش و حرمت، جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و لاباد. ستایش و حرمت، جلال و قوت از آن تخت نشین و بر تا ابد و لاباد. تخت نشین و بره تا ابد و لاباد.